مارتین گریفیس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه نسبت به عواقب فاجعه بار بحران انسانی در یمن به دلیل کاهش حمایت مالی صندوق کمک های بشردوستانه سازمان ملل و بقیه نهادهای بشردوستانه هشدار داد. وی گفت به نظر نمی رسد بحران یمن که جان میلیون ها تن را تهدید می کند به زودی به پایان برسد. یمن طی هفته های اخیر شاهد اوضاع خطرناکی بود. از ژانویه بیش از 650 یمنی کشته و زخمی شدند و این آمار از 3 سال پیش بالاترین آمار محسوب می شود. طرح بشردوستانه سازمان ملل برای 2021 شامل نزدیک به 200 نهاد بشردوستانه بود که خدمات مختلفی را به 11 میلیون یمنی به صورت ماهانه ارائه کردند. وی افزود ما احتمالاً به زودی ناچار به کاهش کمک‌های انسانی خواهیم بود زیرا حمایت مالی آژانس‌های امدادرسانی در حال تمام شدن است و آنها مجبور به توقف بسیاری از برنامه‌های خود خواهند شد. تا پایان ژانویه 2/3 برنامه‌های امدادرسانی کاهش یا متوقف شده است. برنامه جهانی غذا سهمیه‌های غذایی به 8 میلیون تن را کاهش داد و احتمالاً از ماه آینده این افراد دیگر غذایی برای خوردن پیدا نکنند. در همین راستا هانس گورنبرگ فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن از تحولات نظامی یمن ابراز نگرانی کرد و از گشوده شدن جبهه‌های جنگ جدیدی در یمن خبر داد.